سلام، این 11 قسمت از پادکست گلبانگ شجریان است. در این قسمت به آلبوم دود عود میپردازیم. دست اندرکاران این قسمت: تهیه کننده و نویسنده رامین قدردان، گوینده مرجان مقصودلو، دکلمه اشعار مهتاب امیرخانلو. آلبوم دود عود به آهنگسازی استاد پرویز مشکاتیان و تنظیم استاد کامبیز روشنروان در سال 1366 اجرا و در سال 1368 توسط مؤسسه چهار باغ منتشر شد. نوع اجرای این آلبوم در ژانر موسیقی ارکسترال بوده و توسط ارکستر سمفونیک تهران اجرا شده است. دو ساز آواز بلند در این آلبوم گنجانده شده که در آن استاد علی اصغر بهاری با ساز کمانچه و استاد داریوش طلایی با ساز تار آواز استاد شجریان را همراهی می کنند. آلبوم دود عود که نام آن از تصنیفی با همین عنوان بر روی شعری از مولانا گرفته شده، پیشتر در کنسرت‌های گروه عارف اجرا شده بود، اما تاکنون نسخه اورجینال این اجرا به انتشار عمومی نرسیده است. از تصنیف دود عود میتوان به عنوان یکی از ماندگارترین آثار مشترک اساتید مشکاتیان و شجریان نام برد. این آلبوم در دستگاه نوا اجرا شده و هنرمندانی که در این اثر به نوازندگی پرداختند عبارتند از ویولون منوچهر انصاری، رضا عالمی، همایون رحیمیان، ارسلان کامکار، رئیس فرشید، ویولون آلتو نوروز یزدانی، سیاوش ظهیرالدینی، بهروز کافی، بهزاد بیرقی، ویولونسل محسن تویسرکانی، کریم قربانی، عباس ظهیرالدینی، کنترباس نادر مرتضی‌پور، علیرضا خورشیدفر، کمانچه اردشیر کامکار، نی جمشید اندلیبی، سنتور بهنام مناجحی، دف بیژن کامکار و سازهای کوبه‌ای ارژنگ کامکار. آلبوم دود عود با قطعه ای آرامش بخش ساخته ای استاد پرویز مشکاتیان در دستگاه نوا آغاز می گردد. س
سپس ساز و آوازی دلانگیز در دستگاه نوا اجرا می شود. عقل کجا پی برد شیوه سودای عشق، باز نیابی به عقل سر معمای عشق. عقل تو چون قطره ایست مانده ز دریا جدا، چند کند قطره ای فهم ز دریای عشق. گر ز خود و هر دو کن پاک تبرا شوی، راست بود آن زمان از تو تولای عشق. عشق چو کار دل است دیده دل باز کن، جان عزیزان نگر مست تماشای عشق. دوش در آمد به جان دمدمه عشق او، گفت اگر فانی هست تو را جای عشق. جان چو قدم در نهاد تا که همی چشم زد، از بن و بیخش بکند قوت و قوغای عشق. چون اثر او نماند محو شد اجزای او، جای دل و جان گرفت جمله اجزای عشق. هست در این بادیه جمله جانها چو ابر، قطره باران او درد و دریغای عشق. استاد شجریان با غزلی از عطار درآمد نوار آغاز و استاد علی اصغر بهاری با نوای منحصر به فرد کمانچه خود آواز استاد شجریان را همراهی می کند. عقل کجا پی برد شیوه سودای عشق، عقل کجا پی برد شیوه سودای عشق، باز نیابی به عقل، باز نیابی به عقل سر معمای عشق. سپس جمله دوم درآمد نوا را می شنویم. عقل تو چون قطره است مانده ز دریا جدا، عقل تو چون قطره است مانده ز دریا جدا، چند کند قطره فهم ز دریای عشق، فهم ز دریای عشق. با
بعد از جملات اول و دوم گوشه درآمد، گوشه گردانی را می شنویم. این گوشه کوتاه است و بسیار به درآمد نزدیک و تنها تفاوت آن با درآمد در این است که به درجه سوم نوا نیز توجه می شود. گرز خدا هر دو کن پاک تبراشوی پاک تبراشوی راست بود آن زمان راست بود آن زمان از تو تولای عشق یارا سپس آواز وارد گوشه بیات راجع می شود. در این گوشه تمرکز ملودی روی دانگی است که درست بالای نوت پایه قرار دارد. این دانگ از نظر درجات با بیات اصفهان مطابقت دارد و به آواز افشاری نیز نزدیک است. در نتیجه بیات راجع در آواز افشاری و بیات اصفهان هم به کار می رود. اما در اصل متعلق به دستگاه نوا دانسته می شود. جان چو قدم در نهاد جان چو قدم در نهاد تا که همی چشم زد از بن و بیخش بکند قوت و قوغای اکنون جمله دوم بیات راجع را می شنویم و سپس فرود به نوا. دوش درمد به جان دمدمه عشق او گفت اگر فانی هست تو را جای عشق گفت اگر فانی هست تو را جای عشق اکنون آواز وارد گوشه عراق می شود. گوشه عراق در اصل به دستگاه ماهور مربوط است و در آن دستگاه و نیز در راست پنجگاه اجرا می شود، اما به طور معمول در آواز افشاری و دستگاه نوا نیز قابل اجراست. Oh
چو کار دل است، دیده دل باز کن. عشق چو کار دل است، دیده دل باز کن. جان عزیزان گرد مست تماشای پس از عراق گوشه نهیب را می شنویم. نهیب نیز همانند عراق متعلق به دستگاه ماهور دانسته می شود، اما در دستگاه نوا نیز قابل اجراست. چون اثر او نوا محو شد اجزای او. پس از نهیب آواز به گوشه عراق و در نهایت به نوا فرود می آید. جای دل جان گرفت جمله اجزایش. سپس با اجرای گوشه رحاب ساز و آواز خاتمه می‌یابد. هست در این بادیه جمله جانها چو ابر، قطره باران او درد و دریغایش. پس از ساز و آواز قطعه‌ای برای سنتور و ارکستر اجرا می شود. این قطعه معروف بارها از طریق رادیو و تلویزیون پخش شده است. اکنون نوبت به اجرای ساز و آوازی دیگر در دستگاه نوا میرسد. آتش عشق تو در جان خوشتر است،
جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. هر که خورد از جام عشقت قطره ای تا قیامت مست و حیران خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد عشق تو که جان می سوزدم، گر همه زهر است از جان خوشتر است. می نسازی تا نمی سوزی مرا، سوختن در عشق تو زان خوشتر است. خشک سال وصل تو بینم مدام، لاجرم در دیده طوفان خوشتر است. همچو شمعی در فراقت هر شبی تا سحر عطار گریان خوشتر است. استاد شجریان با غزل دیگری از عطار، گوشه نهفت را اجرا می کند. نوت زیر پایه دستگاه که درجه هفتم در این گوشه است، نوت ایست گوشه شناخته می شود. همچنین درجه ششم گوشه تبدیل به نوت متغیر شده و یک ربع پرده بالا برده می شود. استاد داریوش طلایی با ساز تار آواز استاد شجریان را پاسخ می دهند. آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشق آتش افشان خوشتر است. هر که خورد از جام عشقت قطره ای تا قیامت مست و حیران خوشتر است. دیوان هجران خوشتر است.
پس از جملات مفصل در گوشه نهفت گوشه گردانی را می شنویم و آواز به نوا فرود می آید. خوش سال وصل تو بیند مدام لاجرم در دیده توفان خوشتر است لاجرم در دیده توفان خوشتر است لاجرم در دیده توفان خوشتر است خوشتر است. پس از گردانیه و اجرای گوشه رحاب این قسمت از ساز آواز هم به پایان میرسد. همچو شمعی در فراقت هر شبی تا سحر عطار گریان خوشتر است تا سحر عطار گریان خوشتر است. اکنون نوبت به اجرای مثنوی نوا می رسد. مثنوی خوانی یکی از زیباترین فرمها و قالبها در موسیقی اصیل ایرانی است که در همه دستگاه‌ها و آوازها قابل اجراست و هر کدام جذابیت‌های خاص خودش را دارد و با توجه به اجرای بحر شعری مثنوی، ملودی‌های گوشه مثنوی کاملاً متفاوت با دیگر گوشه هاست و همین باعث زیبایی خاص این گوشه شده است. استاد شجریان با انتخاب غزلی دیگر از عطار، مثنوی خوانی در دستگاه نوا را آغاز می کنند. در عشق تو عقل سرنگون گشت جان نیست خلاصه جنون گشت خود حال دلم چگونه گویم کان کار به جان رسیده چون گشت برخواب که درد بزاری زار از بس که بخون بگشت خون گشت عشق تو بدیدم سرگشتگیم
بسی فزون گشت، سرگشتگیم بسی فزون گشت. پس از اجرای جملات مفصل در مثنوی نوا، نوبت به اجرای یکی از شاهکارهای موسیقی ایرانی میرسد، تصنیف دود عود، شعر از حضرت مولانا و آهنگسازی بی همتای استاد پرویز مشکاتیان. تلفیق شعر و موسیقی به بهترین شکل ممکن در این اثر انجام شده است و تنظیم زیبای استاد کامبیز روشن روان بر گوشنوازی این اثر افزوده است. دستگاه نوارا دستگاهی پر رمز و راز می دانند. به هنگام گوش سپردن به این تصنیف کاملا این موضوع را درک خواهید کرد. ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما، ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما، آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما، ای یار ما، عیار ما، دام دل خمار ما، پاوا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما، در گل بمانده پای دل، جان می دهم چه جای دل، و از آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای ما. ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما. سپس گوشه گردانی را می شنویم. ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما. پس از گردانیه تصنیف وارد گوشه گوش می شود. گوشه گوش هم در همان اکتاو پایین تری قرار دارد که گوشه نهفت قرار داشت و نهایتاً گوش با فرود به مدار اصلی درآمد دنبال می شود و ملودی به نوت پایه دستگاه باز می گردد. ای دل برا پس از گوشه گوش تصنیف وارد گوشه نهفت می شود. مجدداً گوشه نهفت را می‌شنویم، این بار در اکتاو بم. ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پا وا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما، بستان گرو دستار ما.
پس از گشت و گذار در گوشه های مختلف، تصنیف در نهایت به درآمد نوا فرود می آید و آلبوم به پایان می رسد. به سوز صدا و نحوه ادای کلمات دقت کنید. در گل بمانده پای دل، جان می دم چه جای دل، و از آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای من، ای وای دل، ای وای من، ای وای دل. برنامه‌ای که شنیدید ارائه‌ای بود از رسانه گلبانگ شجریان. در این سری از برنامه‌ها سعی می‌کنیم به معرفی دوباره و تحلیل مختصر آثار استاد محمد رضا شجریان بپردازیم. این پادکست 3 روز پس از انتشار در پلتفرم ساندکلاود و کست‌باکس در وبسایت گلبانگ شجریان به نشانی shajarianfans.ir ارائه می‌گردد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.